سیاست بسیجگیری رژیم باید در هم شکسته شود. هفته بسیج از 3 آبان ماه آغاز شد و تا 5 آذر ادامه خواهد داشت. یک روز قبل از شروع هفته بسیج، خامنه ای در جمع هزاران تن از فرماندهان این نیروی سرکوبگر حضور پیدا کرد و سخنانی بر زبان آورد تا وانمود کند که جمهوری اسلامی حکومتی مقتدر است. خامنه ای وانمود کرد که در برابر آمریکا عقب نشینی نکرده و مواضعش در برابر اسرائیل بر روی همان پاشنه می چرخد. او در همان حال به سران دول غربی یادآوری کرد که رژیمش برای تسلیم در برابر خواستهای آنها آماده است. او این آمادگی را چنین بیان کرد: ما می خواهیم به همه انسانها خدمت کنیم، محبت کنیم. ما می خواهیم با همه انسانها، با همه ملتها روابط دوستانه و محبت‌آمیز داشته باشیم. ما حتی با ملت آمریکا هم، با اینکه دولت آمریکا دولت مستکبر و دشمن، بدخواه و کینه‌ورز نسبت به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی است، هیچ دشمنی نداریم. آنها هم مثل بقیه ملت‌هایند. خامنه ای که در خدمت به حفظ نظام جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است و در سایه حاکمیت وی هزاران انسان به دلیل پایبندی به اعتقاداتشان اعدام شده اند، امروز دعایه خدمت به انسانها را مطرح می کند. خامنه ای در حضور فرماندهانی این ادعاها را مطرح می کرد که در سایه دفاع دروغین از به اصطلاح مستضعفین در خدمت تشدید فضای سرکوب هستند. نیروی بسیج یک نیروی سرکوبگر است که در سال 58 به منظور سرکوب انقلاب تشکیل شد. سران حکومت جدید به دلیل فضای انقلابی بعد از سقوط حکومت پهلوی ناچار شدند وانمود کنند که بسیج برای خدمت به مردم کم درآمد و به قول خودشان مستضعفین ایجاد شده است. آنها برای حفظ مناسبات سرمایه‌داری کمر به سرکوب انقلاب بسته بودند. اما از آنجا که این نیرو نتوانست در خدمت به سرکوب انقلاب انتظارات سران رژیم را پاسخگو باشد، به همین دلیل مجلس اسلامی رژیم در بهمن ماه 1359 قانون ادغام سازمان بسیج مستضعفین را در سپاه پاسداران اسلامی به تصویب رساند و مسئولیت اداره و فرماندهی آن را به سپاه واگذار نمود. فرماندهانی که روز 29 آبان با خامنه‌ای دیدار کردند، همان کسانی هستند که در سرکوب جنبش ضد استبدادی در سال 1388 تردید به خود راه ندادند. منفعت امروز آنها ایجاب می‌کند با تسلیم در برابر مطالبات دولت آمریکا و بقیه دول غربی هم‌آوازی نشان دهد. اما مشکلی که هست این است که هنوز در میان نیروهای جوان بسیجی کسانی هستند که با شعارهای فریبنده مرگ بر آمریکا و اسرائیل و دفاع از مستضعفین جذب شدند. خامنه ای در سخنرانی مورد اشاره ناچار شد برای راضی کردن دل آنها کمی هم تحت عنوان استکبار به آمریکا بتازد و حکومت اسرائیل را جعلی بخواند. یکی دیگر از اهداف رژیم جمهوری اسلامی از حضور در جمع فرماندهان این نیروی سرکوبگر و برگزاری هفته بسیج ترغیب و جذب افراد هرچه بیشتری از میان مردم به ویژه جوانان در سطوح مختلف به دایره دستگاه جاسوسی و سرکوب است. هدفی که باید با هوشیاری مردم و به ویژه جوانان خونسا گردد. گردانندگان سازمان بسیج و دستگاه سرکوب خوب می دانند که چگونه جوانان را شکار کنند و چگونه آنان را مطابق طرح و نقشه خود پرورش دهند و بکار گیرند. آنان از میان خیلی جوانانی که از سر دشواری زندگی و ناچاری به عضویت بسیج در آمده اند، افراد ضعیف و نفس را به سرعت شناسایی می کنند و به دام می اندازند و بکار می گیرند. شماری از جوانان با این استدلال که به خاطر امکان ادامه تحصیل و کسب شغل و بهره‌مندی از امکانات و امتیازاتی عضو بسیج می شوند، اقدام خود را توجیه می کنند. این جوانان باید بدانند که آنان هر قدر هم هوشیار باشند و هر قدر هم از زیر بار انتظارات رژیم در بروند و به دام نیفتند و کاری هم نکنند، همین که اسم نوشته اند و به نامشان کارت عضویت صادر شده، بخشی از اهداف رژیم تأمین گردیده است.
این جوانان باید بدانند که آنان هر قدر هم هوشیار باشند و هر قدر هم از زیر بار انتظارات رژیم در بروند و بدام نیفتند و کاری هم نکنند، همین که اسم نوشته اند و به نامشان کارت عضویت صادر شده، بخشی از اهداف رژیم تأمین گردیده است و این برای رژیمی که هیچ مقبولیت و مشروعیت اجتماعی ندارد، موفقیت به حساب می آید. روشن است آن دسته از جوانانی که رژیم شرط ادامه تحصیل، کسب شغل و دسترسی آنان به هر حق دیگرشان را مشروط به نام‌نویسی در بسیج کرده است، تا زمانی که علیه مردم اقدامی انجام نداده باشند و در ردیف بسیجیان نیمه فعال و فعال قرار نگرفته و نقش و سهمی در جاسوسی و سرکوب نداشته باشند، در ردیف خائنان به حساب نمی آیند. اما در این حال، استدلال و توجیه آنان هم برای همکاری با این توطئه رژیم پذیرفتنی نیست و لازم است که در اولین فرصت کنار بکشند و محدودیت‌ها و محرومیت‌های زندگی را بر هر امتیاز مشروطی ترجیح دهند و برای رفع محدودیت‌ها و محرومیت‌های زندگیشان راه‌های مبارزاتی را در پیش گیرند. محدودیت‌ها و محرومیت‌ها باید به نیروی متشکل و سازمان یافته توده‌ها و از جمله جوانان محروم و در یک مبارزه جانانه از سر راه برداشته شوند. هنوز راه برگشت برای همه کسانی که به هر دلیل و با هر توجیهی به عضویت اسمی یا نیمه فعال و حتی فعال در آمده اند وجود دارند. مردم دلسوز و بستگان این افراد باید راه شرافتمندان زیستن و سربلند باقی ماندن را به آنان یادآور شوند و امکان بازگشت به میان مردم را برایشان فراهم سازند. همین مردم در این حال باید آن دسته از بسیجیانی را که به تمامی موجودیت و هویت و سرنوشت خود را به بقای این رژیم گره زده اند، وسیعاً افشا، رسوا و منزوی سازند.